با تشکر از دعوت کنندگان محترم و با سلام شما حاضران گرامی، حاکمیت ملی طرح شد وقتی دموکراسی عنوان شیوه اداره جامعه ها عنوان شد. از روسو فیلسوف سوئیسی که شروع کنم، او میگوید که سوورنته یا حاکمیت از آن مردم است، نه ملت، مردم. و از دید او مردم مجموعه کسانی هستند که در یک سرزمین زندگی میکنند. برداشتی که بوده در نخست از حاکمیت، این اختیار مطلق است، بستعیت مطلق است. طبیعتاً به این ترتیب در کلمه حاکمیت زور هست، چون اعمال قوه هم بخشی از حاکمیت است. از این دید که در این کلمه رهبری هم نیست، از این دید که بنگریم کلمه ولایت که این آقایان حاکمان بر ایران این کلمه زیبا رو زشت کرده اند رساتر است. به لحاظ اینکه اون اولا دوستی معنی میدهد، رهبری بر پایه دوستی بر وفق استقلال و آزادی انسان، این می شود ولایت. در هر حال اونهایی هم که در غرب از کلمه حاکمیت، ما ترجمه کردیم حاکمیت سوورنته رو، ایرانی ها ترجمه کردن حاکمیت، این کلمه رو به کار می برند، اینها هم تحول کردن، اونجور نیست که روز اول بود. بعد دو حق از حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی او و همینطور حقوق هر ملتی به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق هر ملتی در طبیعت خود، این بر این دو حق بنا می شود. استقلال در معنای گرفتن تصمیم، هر انسان، هر شهروند در گرفتن تصمیم مستقل است بنابر اصل حاکمیت. در انتخاب نوع تصمیم هم آزاد است. پس این استقلال و آزادی دو پایه حاکمیت رو تشکیل میده. چنانکه مثلا اخیراً در فرانسه انتخابات بود، فرض این است که ملت فرانسه، مردم فرانسه، اینها رئیس جمهور رو باید خودشون تعیین کنن، انتخاب کنن. اگر یک قدرت خارجی مستقیم یا غیر مستقیم بخواد دخالت بکند، این جامعه اعتراض میکنه. اگر این دخالت مشخص باشه، معین باشه که استقلال رو، تصمیم گیرندگان رو، استقلال در تصمیم رو خدشه‌دار بکند، انتخابات باطل میشود. خب حالا این اصل، این حق حاکمیت، حق مشترک است در پنج دست حقوق. اول حقوق انسان. هر انسانی خود خیشتن را رهبری می کند. اداره هر انسانی با خود اوست.
مستقل است در گرفتن تصمیم، آزاد است در انتخاب نوع تصمیم. این انسان آزاد، مستقل، یعنی این آدمی که مستقل و آزاد هست به طور خودانگیخته از حقوق دیگر انسان هم برخوردار می شود و اونها هم عمل می کند. اما همین انسان شهرونده، عضو جامعه است، به عنوان عضو جامعه شریک است در حاکمیت جمهور مردم. باز در اونجا استقلال دارد در گرفتن تصمیم به عنوان شهروند، آزادی دارد در انتخاب نوع تصمیم. حالا اینجا بحثه. روسو معتقد بود که حق، این حق استقلال آزادی که من انسان دارم، قابل انتقال به دیگری نیست، چون طبیعی حیات من است، طبیعی حیات هر شهروند است. خب به همین دلیل هم میگفت که اگر شما به چیزی به عنوان حق انتخاب کردن و شدن وجود نداره از دید او، لازمه که به محضی که شما رفتی پای صندوق و رأی انداختی اونجا، یعنی اختیار خود سلب اختیار کردی و این اختیار دادی به یک کسی که میشه ارباب شما و به جای شما تصمیم میگیرد. بعدها هم که مارکس این انتقاد کرد دموکراسی غربی رو بر اصل انتخاب رو، گفت که این در واقع دیکتاتوری بورژوازیست و حقبازیست و صدا نیست. او هم بر این نظر بود که حق قابل انتقال نیست. خب حالا چیکار کردن؟ آمدن به اصطلاح شما و به اصطلاح خود این فقهای ما حیله شرعی به کار بردن، حیله حقوقی به کار بردن. به چه معنا؟ یک حقوقدانی به اسم سی اس این آمد و گفت که حاکمیت ملی، یعنی حاکمیت مال ملت است، نه مال افراد، مال ملت است. خب ملت چیست؟ ملت مجموعه کسانی است که در یک سرزمین اعمال حاکمیت میکنند. خب این چجوری ملت حاکمیت رو اعمال میکند؟ او گفت به اینکه از طریق کسانی که انتخاب می شود اونها کارگزار ملتن در اعمال حاکمیت. خب اونهایی که به اصطلاح به حقوق انسان و حقوق شهروندی قائل بودن، اونها و خصوصا از جناح چپ خیلی انتقاد شد به این، گفت آقا شما یه تعریف انتزاعی ساختید که واقعیت خارجی هم ندارد. حاکمیت حقی را از انسان‌ها گرفتی دادید به یه موجود ذهنی انتزاعی ساختگی جعلی. بعد میگه حاکمیت مال اوست، در واقع حاکمیت مال نخبه هاست. نمیخوایی رو به صراحت بگی نخبه ها کیا هستن؟ اونایی که اختیار سرمایه را در دست دارن. به این جهته که مارکس میگفت دموکراسی غربی دیکتاتوری بورژوازی است. خب حالا این انتقاد بی اثر نبود. نه فکر کنید که چون مارکس میگفته چون جامعه های غربی سرمایه‌داری، سیستم سرمایه‌داری لیبرال است، اثر نکرد. چرا؟ اثر کرد. به تدریج پذیرفته شد. مثلا در قانون اساسی فرانسه هم در همین اعلامیه جهانی حقوق بشر هم پذیرفته شده. اینجا میخونید همین پایین پذیرفته شد که هم میتونه مستقیم اعمال حاکمیت بکنه شهروند، هم میتونه توسط نمایندگان اعمال حاکمیت بکنه. این توسط نمایندگان هم تحول کرد تا در حال حاضر در واقع اینطوره که
نامزدها برنامه های به جامعه پیشنهاد میکنن و علامت این که تصمیم رو کی میگیره؟ مردمی که صاحب حقن. اونهایی که انتخاب میشون این برنامه رو اجرا میکنن که ملت تصویب کرده، یعنی اکثریت تصویب کرده. پس این با این تحولی که انجام گرفته که هنوزم خیلی راه هست تا پیش برود، در همین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نظریه‌های جدیدی راجع به دموکراسی پیشنهاد شد، از جمله دموکراسی بر پایه مشارکت، شهروندان خود در گرفتن و اجرای تصمیم‌ها تا جایی که می‌شود شرکت بکنند. حالا هنوز اونجا نرسیدیم. خب پس تا اینجا، یعنی در مقام شهروند، پذیرفته است که هر شهروند مستقل است در گرفتن تصمیم و مستقل است در انتخاب نوع تصمیم، و این تصمیم است که حق حاکمیت شمرده می شود و نوعش که انتخاب می شود، نه دادن رأی یا نه، اون که اصلا وسیله است، حتی نه خود انتخابات. خود انتخابات هم وسیله است، چون ممکنه جامعه ترجیح بده خود مستقیم عمل کنه، از طریق نماینده نخواهد عمل کنه، یا به قول روسو این طور قرار بده که من شماها رو انتخاب میکنم، فقط وظیفتون این است که به من که مردم هستم پیشنهاد بدید، اگر من تصویب کردم شما این مصوبه من رو اجرا کنید، هر از چندی هم باید بیاید گزارش بدید، اگر این گزارش شما رو نپذیرفتم مرخصید، دوباره انتخابات میشه، من ممکنه کسان دیگر جانشین شما کنم به عنوان پیشنهاد دهنده. پس تا اینجا این عرض کنم به شما، اصل این حق حاکمیت یا حق ولایت اشتراک دارد در حقوق انسان، اشتراک دارد در حقوق شهروندی هر انسان. اما هر جامعه حقوق ملی داره، به عنوان جامعه حقوق داره، مثلا حق داره بر وطن، حق داره بر فضا، حق داره بر محیط زیست، حق داره بر انتخاب نوع زندگی، حق داره بر منابع موجود در طبیعت خود، و حق دارد بر راه‌های بین‌المللی، مرزهای آبی. اینا حقوق ملی او هستند. خب این حقوق ملی مبناش چیه؟ از جمله مهمترین نشه است که حق دارد خود در سرزمین خیش راه و رسم خود رو انتخاب بکند، استقلال در گرفتن تصمیم و عنوان ملت ها، آزادی در انتخاب نوع تصمیم. هیچ قدرت خارجی شریک در حاکمیت با مردم مثلا ایران نیست، نمیتونه باشه. هیچ مقامی در درون ایران نمیتواند شریک مردم ایران باشه در حق حاکمیت، چون معناش این است که استقلال اونها رو در تصمیم محدود میکنه و آزادی اونها رو در انتخاب نوع تصمیم باز هم محدود میکنه. این طور بود که یادتون بیارم که آقای بروژنف که زمانی صدر هیئت رئیسی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، در باب کشورهای اروپای شرقی گفت اینا حاکمیت محدود دارن، که خب همه دنیا اعتراض کردن، شما چرا داری به یک کشور مستقل میگین اینا حاکمیتشون محدوده و شما در واقع محدود کننده هم شما هستی. حالا برای اینکه شما یک کمی هم شاد بشود گفتگوی ما، یک چیزی یادآور شما بشم. آقای حسین ملک بود، برادر مرحوم ملکی، این گوه آقا ما هیئتی رفتیم مسکو، اونجا که تالاک قبل از اینکه بریم اونجا توده بنوان توده اینا خیال میکردیم داریم میریم بهشت زحمت کشان و اینها، حالا رفتیم اونجا دیدیم نه، این انترنسیونالیزم سوسیالیست که میگوین یعنی
ناسیونالیزمش روسا هستن، انترش هم ماییم. بله، این حاکمیت محدود یعنی این. خب این پذیرفته نیست. اگر یک کسی در درون مرزها مدعی بشود که من آقایان که میگه ولایت مطلقه دارد، اصلا مردم هیچ حقی بر حاکمیت ندارند، اما اگر بگه من شریکم در این حق حاکمیت، نه، این پذیرفته نیست. چنانکه احزاب توتالیتر بودن در کشورهای مختلف، میدانید که اینها بعضی هاشون که به کلی در انحصار گرفتن حق حاکمیتو، بعضی هاشون نخیر آمدن یه سهم شیر برای خودشون نوشتن. مثل همین شیری که آقای مصطفی مثال آورد، اون حکومت دولت نظامی همین کار کرد، یه قانون اساسی نوشت سهم شیر برای خودش بود. نه، این ناقض اصل حاکمیت ملی است. پس تا اینجا در سه رشته، سه دسته حقوق، این حق حاکمیت در واقع نقش مادر رو بازی میکنه. اونا مثل فرزندان این هستن، از این نشأت میگیرن، لااقل بر این متکی هستن. حالا میمانه ما به عنوان یک جامعه، هر جامعه به عنوان کشور در جامعه جهانی عضویت داره و حقوق داره که معروف است به حقوق بین الملل. این حقوق بین الملل نخیال کنید همین چیزهاش که این دورمدارها ساختن برای خودشون، نه، یک حقوقی هست که مثلا حق بر محیط زیست سالم. این ما همه در اشتراک داریم. خب چگونه این حق رو اداره کنیم؟ کنفرانس ها تشکیل میشه. در این کنفرانس ها اصل بر چیه؟ اصل بر اینه که شرکت کنندگان نمایندگان حاکمیت ملی هر کشور هم. پس در این رشته حقوق هم اصل یا حق حاکمیت اشتراک دارد با حقوق دیگر. چنانکه در این کنفرانسی که در پاریس تشکیل شد برای محیط زیست، تمام کشورهایی که آمدن اون متن امضا کردن، حالا این آقای ترامپ آمده میخواد دبه بزنه، میگه من قبول ندارم. خب من قبول ندارم یعنی حقی به عنوان حق مشترکی که همه جامعه های بشر در او شریکن رو نمیشناسم، که محیط زیست سالم هست و اینکه این طبیعت نمیرد. خب این به جامعه بین المللی حق میدهد که عمل کند. بنابر همون اصل حاکمیت که هر کشور داره، میگه آقا شما این تجاوز میکنی به حقوق بقیه بشر، شما قبول نداری، یعنی میخوای محیط زیست رو آلوده کنی، طبیعت رو بمیرانی، ما میخواهیم در طبیعت سالم زندگی کنیم. اعتراض جامعه جهانی بر این اصل، بر اصل حقوقی که به عنوان هر عضو جامعه جهانی دارند هست. خب این سازمان ملل هم تبلور این حق مشترک جامعه هاست، گرچه هیچ کمتر ربطی با این حقوق دارد و بیشتر به اصطلاح نمایندگان دولت بر مبنای روابط قوا در اونجا گرد میان، ولی مبنا و اساس بر پایه این حقوق است. خب پس در این حقوق هم، در این دست از حقوق هم، حق حاکمیت به عنوان اینکه هر ملتی استقلال دارد در تصمیم و آزادی دارد در انتخاب نوع تصمیم، این حق با بقیه این حق حاکمیت مشترک است،
با اون سه دسته حقوق پیشین. حالا بیا به دسته پنجم حقوق، حقوق طبیعت. زمانی بود که این فکر نمی کردن فعالیت های سوجویانه سرمایه‌داری اقتصاد جهانی رو تبدیل میکنه به یک وسیله تخریب منابع موجود در طبیعت و آلوده کردن محیط زیست. این است که در اون اعلامیه جهانی حقوق بشر اولیا توجهی به این حق حقوق طبیعت نشده، ولی حالا شده دیگه، بهش تکمیل شده. خب حالا هر ملتی طبیعتی داره، وطنی داره، در وطن او هم سرزمینی است که متاسفانه مال ما فعلا شده بیابان، دارد می شود بیابان. خب ما حق داریم در این قلمروی خودمون محیط زیست سالم داشته باشیم، طبیعت سبز داشته باشیم. خب این حق رو چگونه اعمال می کنیم؟ باز برمی گرده به حق حاکمیت. از طریق اعمال حق حاکمیت استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم. به این ترتیب این حق ولایت یا حق عرض کنم حاکمیت مشترک است در پنج دسته حقوق و هرگاه یک ملتی از این حق محروم شد گفتن نداری شما این حقو، اصلا نه حقوق انسان شناختن، نه حقوق شهروندی قائل شدن، نه حقوق ملی قائل شدن، نه برای طبیعت حقی قائل شدن. عضو جامعه جهانی هم که میگه نه، ما اصلا با همه دنیا دعوا داریم. شما یک رهبری داری که با دشمن شروع میکنه، با دشمن تمام میکنه. خب همچه جامعه ای اگر بخواهد شروع کنه از کجا باید شروع کنه؟ باید از این حق که در هر پنجتاش مشترکه شروع کنه دیگه. گفتم که انتخاب کردن از دید بخش مهمی از حقوقدانها ضایع تباه کننده حق حاکمیت است. بخش دیگری که این از دید چپ حقوقدان های بورژوا باشن، اینا میگوین نه، ملت از طریق انتخابات نمایندگان برمیگزینه که اونا اعمال حاکمیت میکنن به نام ملت. اینه که میبینیم مثلا تو فرانسه داره قاضی رأی میده به نام ملت فرانسه. اما اینکه خود اصل حاکمیت رو که استقلال در گرفتن تصمیم است و آزادی در انتخاب نوع تصمیم، این هیچا در این همین دموکراسی ها هم از لحاظ نظری که کسی نمیتونه بگه که این نیست همچه حقی، یعنی حق پایه شهروندی است. پس از لحاظ نظری پذیرفته شده، توضیح دادم، حتی از نظر عملی به مقدار زیادی الان عمل می شود. اما حالا شما آمدید در جامعه ایرانی این حق از شما گرفتن، حالا میگه شما آقا رأی ندی چیزی رو به دست نمیاری، رأی بدی مانع می شوی که آقای رئیسی، خدای نکرده، بشود رئیس جمهور. خب این نامزدها رو شما مردم انتخاب کرده بودی، اینا معرف تمایل‌های مردم ایران هست. مثلا انتخابات میان دوره‌ای انجام گرفته و اینا نامزدها شدن، مثلا فرانسه اینجور شد. البته بعضی ها مستقیم خودشون نامزد کردن و دو دسته هم نه، میان دوره‌ای عمل کردن و چپ و راست انتخاب شدن و شدن نامزد. اونا ولی معرف تمایل‌های از جامعه فرانسوی بودن. آقای رئیسی معرف تمایل کدام بخش از جامعه ایران است؟ آقای روحانی معرف کیست؟
پس شما در واقع وقتی میری پای صندوق رای میاندازی اونجا میگویی من خود را سلب کردم از خود حق حاکمیت رو، بنابراین در جا خود را عاری کردم از هر پنج دست حقوق. این معناشه، هیچ معنای دیگری واقعا ندارد. اینکه شما راضی کنید خود را که حال آقا این اون یکی بیاد که دیگه ما 8 سال دیگه هم دوره احمدی نژاد، اولا دوره دوم آقای اول و دوم آقای احمدی نژاد که رفتن عده رای دادن که رئیسشون رو با مهندسی کردن رئیس جمهور، اون رژیم اینا مهره هاشونه، هر موقع هر کدوم از این مهره ها رو لازم بدی ببینه میاد جلو. رای ندید 3 برابر رای می نویسه به فاید 4 برابر گاهی 5 برابر. همین آقای کروبی تو مجلس گفت سابق مردم شو شرکت نمی کردن مرسوم بر این بود که ضرب در 3 می شد آرا شرکتی می گفت سرم فرشونی 5 میلیون رای دادن بیشتر نبود می گفتم 15 میلیون رای داده، ولی به نسبت برای هر نامزدم همینجور ضرب می شد. او اعتراضش اون وقتی که این حرف زد این بود که در این بار این رعایت نشده، 3 برابر کردن، ولی در مورد اون نامزدها این کار رعایت نشد. هر کدوم دلشون خواستن 3 برابر کردن، اونان که نمیخواستن اصلا هیچ نیافتودن در آراشون. پس شما این نامزدها نه نمایندگی از شما دارن، نه نمایندگی تمایلهای شما هستن، اینا نمایندگی از گرایش‌های مختلف در این رژیم دارن. بله این دارن. خب شما میگی من بین بد و بدتر، بد و بدتر یه مدار بسته است، من بین بد و بدتر میخوام بد میدم که بدتر نشه. این فقهای ما خیلی کارا کردن، از جمله این کار غلط دفع فاسد به افسد، غافل از این که اون که رأی میده به بد، هم رأی میده به بد، هم به بدتر، هم به بدتری. اون بدترین که این بد و بد بد و بدتر رو میسازه کیه؟ آقای مطلقه. خود مردم که نمیسازن که، خود مردم که شعور جمعی دارن، شعور هر کدوم برمان انسان شعورمندن. انسان که دیوانه که نیست که برای خود برای خود بد و بدتر به تراش خودشم نازه تو زندان اونا. پس این رو اون آقا درست میسازد که مطلقه تشریف داره، برای اینکه شما رو بکشون اونجا بندازه تو این مدار، یکی رو میکنه آقای رئیسی. حالا هر انتخابات نگاه کنید هر بار یه همین بازی رو دارید، یکی بدتره نقش بدتر بازی میکنه، یکی بعد حالا یکی هم خیلی کمتر بعد که انتخابات انجام میگیره. خب نگاه کنید این 4 سال شما مدافع حقوق بشر هستید، این دوره آقای روحانی کمتر شده تجاوزات به حقوق بشر، اعدام ها کمتر شده، انصافا فقر عمومی کمتر شده که بیشتر هم شده، که قطعا بیشتر شده به لحاظی که تورمی که وقتی شما حجم نقدینه رو میکنی 3 برابر غیر ممکن است که تورم سر به جهنم نزند مگر شدت فقر. این نه در اقتصاد ایران اینجوره ها، در قالب اقتصادهای دنیا هر وقت بخواهند این بازی پولی را به اندازن همین کار میکنن، مسابقه ایجاد میشه بین صدور اسکناس و تورم. و اون بعضی اقتصادا که توانایی صادرات دارند و قوی هستند اونا تورم رو میتونن مهار کنن، بعدم صادر میکنن به کشورهای دیگه، یعنی از دیگران میکشن ثروت رو به خود، به با فقیر کردن دیگران خود رو غنی میکنن. در کشور بیچاره ما این اقلیت خصوصا این مافیاهای نظامی مالی با فقیر کردن جمهور مردم برای خود ثروت فراهم میکنه. این وضعیت واقعی است. اگر پس یه انتخاب با اینها، آیا هیچ انتخابی انسان نداره؟ چرا؟ چرا رأی ندادن انتخابه؟ نه این بی انتخاب، عدم انتخاب نیست، یه کار فعال است.
رأی میدهد به حق حاکمیت خیش. کم کاری نیست. الان شما همین الان دو هفته پیش در الجزایر انتخابات بود، 38.2% شرکت کردن، یعنی یک اکثریت بزرگی رأی دادن به سلب حاکمیت از رژیم و رأی دادن به حاکمیت خود به عنوان مردم الجزایر. مطبوعات آلمان من خبر ندارم، شما خبر دارید، ولی فرانسه رو خبر دارم. بدون استثناء ها، اولا گفتن ابستانسیون اکتیو، یعنی عدم شرکت فعال در انتخابات، این عنوان این دادن. ثانیا گفتن معناش این است که مردم الجزایر این رژیم قبول ندارد. خب شما یک رژیمی که الان کشور رو در 6 تا جنگ درگیر کرده، جنگ نظامی که قوا دارد در سوریه و جاهای دیگه، جنگ اقتصادی فوق‌العاده وحشتناک که ایران رو به این روز انداخته، جنگ از راه ترور، جنگ دینی شیعه و سنی، عرض کنم جنگ تبلیغاتی، جنگ دیپلماتیک که ایران، انزوای ایران نتیجه این جنگ دیپلماتیک. مردم ایران خبر دارن از اینا، تصیب کردن این جنگ ها رو نکردن که. خب اینا میگن شما میاد پای صندوق رای میدید به اون دنیا، میگه آقا این مردم منو مشروع میدونن، من به نام این ملت این کار رو میکنم. خب نه یا بابا، این مقدار که میتونی که به جایی که حواست پیش این باشه که این چقدر بدتر از اونه، حواست پیش خودت باشه که چقدر به حقت عمل میکنی، به حقت که عمل کردی و سلب مشروعیت کردی از این رژیم در مقیاس جهان. البته نمیتواند این هر روز یک بحران بسازد و شما بهای سنگینش رو به شما مردم تحمیل کند. به این ترتیب نتیجه بگیریم، می شود این که حق حاکمیت، حق مشترک میان 5 دسته حقوق است، عرض کنم به شما، و هر ملتی بخواهد تحول رو شروع کنه باید از این حق شروع بکند. به معنی که قبول کرد به عنوان ملت، به عنوان هر اعضای ملت، به عنوان شهروند حق دارد، استقلال دارد در تصمیم و حق آزادی دارد در انتخاب نوع تصمیم، تحول او کلید خورده. از اون بس دیگه مسئله زمان است، با چه سرعتی تحول رو پیش ببره بدون خشونت و بلکه از راه خشونت زدایی و جانشین کند دولت ولایت مطلقه را با دولت حقوق مدار. شاد و پیروز باشید. من خصوصی هم با تون صحبت ممنون و سپاس گذارم از جناب دکتر مهران مصطفی و توضیح میدم در خدمتتون آقای غنی صدر. من با شما از خانم جهان دیده، ایشون میپرسن که راهکار شرکت نکردن در تحریم چیست؟ چه کار کنیم که از راه تحریم به هدف هامون برسیم؟ همینه؟ و آقای حمید هم میگوید که به شرکت کنندگان در انتخابات احترام بگذارید، اون که هر کس حق داره به هر جور که دلش بخواد عمل کنه. طبیعتاً ما به کسانی که نظرشون این است که برون رأی بدهند تو نه توهین میکنیم نه اونها رو احترام نمیکنیم. اما مسئله ساده از پیچیده هم نیست که شما تصور میکنید مردم دیگر انقلاب، دوره انقلاب گذشته. کی به شما گفته دوره انقلاب گذشته؟ جایی حکم چیزی ولایت مطلقه‌ای
حکمی صادر کرده؟ نه جناب، انقلاب یک تحول است، انقلاب تغییر یک ساختار هاست، هیچ وقت زمانش سر نمیاد. اگر قرار بشود که جامعه همون ساختارهایی که داره نگه بداره، پس معنیش اینه که هیچ وقت رشد نکنه، و اگر بخواد هیچ وقت رشد نکنه میره عقب، جهان تحول میکنه. اینکه کسانی مرتکب جنایت ها شدن، کودتا کردن بر ضد انقلاب، شما برداری اونا رو همه رو به پای انقلاب بنویسی، بعدم بگین خشونت بود و دورش هم سر آمد. اولا انقلاب ایران پیروزی گل بر گلوله بود، پیروزی گروه مسلحی در ایران انقلاب نکردن، جمهور مردم در اون انقلاب شرکت کردند. پس اساس هر انقلابی هم برای کاستن از خشونت است. برای اینکه دلیلی چرا انقلاب روی میده، حالا این کتاب انقلاب است، انشاءالله به زودی از چاپ خارج میشه، شما خواهید دید. برای اینکه یک انقلاب رخ بده باید یک رشته عوامل در رژیم حاکم پدید بیاد، یک رشته عوامل هم در جامعه مدنی باید پدید بیاد تا یک تحولی ممکن بشود. اگر اون عوامل پدید آمدند، با نه با اجازه کسی انقلاب نمی شود، نه با دستور کسی انقلاب می شود. آقای خمینی رهبر انقلاب ایران نبود، ایشون حتی بهش مرتب گفتم میشه آقا یه اعلامیه بده جنبش مردم رو حمایتی بکن، میگه من سنگ روی یخ میشوم چون ممکنه جنبش ادامه پیدا نکنم. در چهلوم تبریز اولین اعلامیه ایشون در چهلوم تبریز منتشر شده، این انقلاب رو مردم ایران کردن. برای اینکه اون عوامل در جامعه پدید آمد، در رژیم سابق هم اون عواملی که باید فراهم بشه که اون رژیم فرو آماده فرو ریختن بشود، اونم پدید آمد، انقلاب هم رخ داد. نه کسی گفت بکنید انقلاب رو، نه نکنید انقلاب رو. یادداشت‌های زندان من داره در سایت انقلاب اسلامی منتشر می شود، اون زمان یعنی سال 42 میشه؟ 41. چند سال قبل از انقلاب میشه؟ 16 سال. اونجا یادداشت کردیم، جمع دانشجو زندانی بودیم. من اونجا گفتم که انقلاب هدیه نسل جوان به ایران کهن است و این انقلاب رو نسل ما میکند. اون زمان گفتم 16 سال قبل از انقلاب. در همونجا همین بحثا شد، از نظیر فکر شما هم بود که نه انقلاب نمی شود و اگر بشود چه می شود، و بعضی گفتن ممکن ایران تجزیه بشود و بعضی گفتن ایران می شود ایرانستان، و اونا بحثا شد. بله من در تدارک انقلاب ایران بودم از اون زمان، هم در تدارک اندیشه راهنماش، هم در شکل جنبش که جنبش همگانی باشه. اونجا گفتم که نوع انقلابی که میتواند تحول خالی از خشونت رو فراهم کند در ایران جنبش همگانی است، 16 سال قبل از انقلاب. یک نسلی خصوصا اگر جوان است، جوان چگونه میتونه بگه که انقلاب دورش سر آمده؟ اصلا تعریف جوان اینه، جوان اون بخش از جامعه است که کارش متحول کردن ساختارهای نظام اجتماعی است برای اینکه بتوانه در نظام بازتری بشکفت. اگه نخواد که این نظام همینجور که از راکت بمونه، خب اون دیگه جوان نیست. جوانی که به سن نیست جونم، من الان اینجا نشستم جوانم، خود رو جوان میبینم. و از شما میخواهم که جوان بمانید.
اما اینکه حالا تازه ما انقلاب کردیم، مگه هر روز یک ملتی میاد انقلاب بکنه؟ چه احتیاج داریم که انقلاب بکنیم؟ کی گفته که ما هر روز باید انقلاب بکنیم؟ ما تنها ملت در روی زمینیم که ظرف یک قرن سه بار انقلاب کردیم. انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن نفت، انقلاب 57. شما هیچ ملت دیگری در دنیا نمیابید که در یک قرن سه بار انقلاب کرد. بازم بکنیم؟ نه جانم، ما میخوایم یه مانع برداریم. ببینید اونجور که شما اگر لحاظ جامعه شناسی به مسئله نگاه کنید، میبینید کار خیلی آسان هم هست. اینجور نیست که شما خیال میکنید مشکل است. اون انقلاب ها، این دستگاه حاکم ایران بر سه پایه داخلی متکی بود و یه پایه خارجی. سه پایه داخلیش، یکی بنیاد روحانیت، یکی بزرگ مالکی، یکی هم نظام بازار، شیوه تولید و مصرف شهری و روستایی. خب از اون سه پایه، ببخشید، یکیشم پایه سلطنت، یه پایه خارجی هم داشت که در یه دوره ایران مسلط بود بر کشورهای دیگه. از دوره قاجار ایران زیر سلطه شد و اون دستگاه حاکمه برای حفظ موقعیت خودش امتیاز میداد به قدرت مسلط خارجی تا برای که خودش نگه بداره. این سپایه فرو ریخته، پایه بزرگ مالکی رو رژیم پهلوی ویران کرده، سلطنت رو انقلاب 57 ویران کرده، مونده یه پایه، پایه روحانیت، اونم بخشی از این پایه، نه همش، چون بخش بزرگش مخالف همین استبداد به نام دین است. خب حالا این رژیم های تک پایه سوس میشن، اینا مرتب باید با قدرت خارجی تعادل برقرار کنن تا سر پا بمونن. رژیم شاه رسید به جایی چون تک پایه شد، اونا رو برداشت، مونده بود برای روحانیت، با اونم ستیز کرده بود، نتونست تعادل رو برقرار کنه. کارتر در امریکا و شکست در ویتنام و تحول در هیئت حاکمه روسیه این رو ناتوان کرد، از برقرار کردن تعادل رفت. یکی از اون عوامل این بود. حالا این رژیمی که الان هست یک پایه است، یک پایه، اون هم نصفه. شما اگر به حقوقت عمل کنی هیچی کار دیگه هم لازم نیست بکنی. نمیگم برو به تو خیابان، اون وقت گفتم جنبش همگانی، اما الان میگم اونم لازم نیست. شما اگر به حقوق خودت به عنوان انسان عمل کن، همین، به حقوق خودت به عنوان شهروند، همش اونجا میگه نیستم بکنم، حقوق شهروندی 4 دسته است: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. از همین اینا به شما قناعت کن به اینکه مستقل و آزاد زندگی کنی، همین. این رژیم میرود جنون، جاش میده به یک دولت حقوق مدار. چرا خودتو محروم میکنی از این امکان؟ همین، شما عمل مردم ایران رو من فرا میخونم به عمل به حقوقشون، چیزی دیگه ای لازم که کار دیگه ای لازم نیست بکنم. به محض اینکه این ایرانی ها به حقوق خیش عمل کردند، به یمن این تلاش مداوم، ببینید کسی که در تاریخ ایران در یک مجلس دست نشانده محکوم شده است به 12 جرم که از اون 12 جرم یک جرمش این است که طرفدار حقوق بشر است، یک جرم دیگرش این بوده که طرفدار دموکراسی است، جرم سومش این بوده که مخالف ولایت فقیه است، جرم چهارمش این بوده که مخالف نهادهای انقلابی یعنی سپاه و دادگاه انقلاب این هاست. منم اینجا رو حضور شما نشستم. حالا اگر اون روز اون مردم ایران می آمدن بیرون می گفتن ما انسان‌های حقوقمندیم، آقا تو در
فرانسه گفتی که انسان حقوقمنده و حقوق انسان گفتی و شما گفتی که دموکراسی ما از غرب پیشرفته تر می شود و همه ایرانی ها در اداره امور کشور خود شرکت می کنند. حالا چرا اینا شد جور؟ حالا به یام نین که نه ما عقب ننشستیم، نگفتیم نه طرفدار نیستیم، گفتیم هستیم، هستیم و ادامه دادیم تا اینکه امروز می بینید که محور تو همین رژیم، همچه خیال نکنید که تحریم هیچ کار نمی کنه. تو همین رژیم 6 نفر الان اونجا دارن با هم اول آخر همه میگن مشکلات کشور هم شماره میکنن، اعتراف میکنن، بعد هم میگن طرفدار حقوق انسان هن، طرفدار حقوق شهروندی هن، سر اینکه کی دموکرات تر هست و با هم این میگه آ تو نیست، این میگه آ اون دیگر مردم کسانی را که 38 سال کارشون اعدام بوده، زندانی کردن بوده، دیگر نمیخواهند. اینا توی خود این رژیم گل کردن به این چیزا رسیدن، نه به یوم ایستادن، ایستادن بوده که اینجور شده. شما خیال میکنید که اینجا این هانوفر نشستید حقوق بحث حقوق بشر میکنید هیچ اثر در ایران نداره؟ دارد، دارد، در اینکه میره تو وجدان همگانی، میشه سنجش. چندین سنجش انجام گرفت در افکار عمومی در ایران به این نتیجه رسید بالای 90% حقوق بشر رو میشناسند و میخواهند، 86% دموکراسی رو میخواهند. تحریم یعنی این جونم، یعنی 20 سال حقت و بگو نترس، هیچی این ور اون ور نمیشود. حالا یا روحانی میشود یا اون آقای رئیسی، هر دو کارگزار این رژیمه. میگن اینجا این آقای روحانی بشود موی سر دخترها یک کمی بیشتر میتونه اون حجاب بره بالاتر. حالا که ایشون آقا من رو تئوریسین حجابم کرد، چه اهمیت داره؟ کم و زیاد این یه سانت همین سر این قضیه. ولی اگر شما روی حقوق ایستادید، گفتید من خود را حقوقمند میدانم و به حقوق خیش عمل میکنم، اون وقت بله تحول میشود، بله مجبور میشوند بگویند بله آقا ما قبول، ناچار تمکین میکنند، نتیجه از اون رژیم کنده میشه، کنده میشه، این حوزه عملش کوچک میشه، کوچک میشه، از پا در میاد، جاش میده یه دولت حقوقمدار، هیچ کار مشکلی نیست. اما این شرطش این است که مردم ایران خود رو حقوقمند بشناسن، نه این که بدانن بگن ما میدانیم که حقوق انسانی هست، نه عمل کنند به حقوق خود به عنوان انسان. این اثر دارد. تحریم یعنی این، تحریم یعنی آقا عمل کن به حقت، میری پای صندوق به حقت عمل میکنه، خب برو. اگر نمیری و نمیدانی که این نرفتن یعنی عمل کردن به حق، هیچ اثری ندارد. کی ما گفتیم که تحریم همین کافی است که بری خونت بشینی؟ به کی گفتیم؟ نه خیلی آقا، تحریم 4 عمله. جواب شما 4 عمل روشن واضح. عمل اول این است که من میگویم، من ایرانی، من انسان ایرانی شهروند، خود رو حقوقمند تعریف میکنم. این رژیم را هم با این حقوق خود به عنوان شهروند و به عنوان انسان ناسازگار مییابم. به انتخاباتی که قیمه ها برای من نامزد معین میکنن شرکت نمیکنم، برای اینکه این رو نمیپذیرم. یک، قدم اول. قدم دوم، وارد عمل می شود. از راه عمل کردن به حقوق و تشکیل هسته ها. مثل که همینجا شما دارید، این می شود در سطح ایران گسترش داد. جامعه مدنی کارش اینه که بنیادها رو ایجاد می کنه. و چرا این بنیادهای حقوقمند ایجاد نکنه؟ گروه های ایجاد کنه در سطح خانواده، در سطح گروه های دانشجویی، اینها
با خودشون روابط حق با حق برقرار کنن. شدنیه نه؟ بکنید ببینید. اگر شدنیم شما هم بکنید. این دو. سه. قدم سوم این است که حالا دیگه شما در سطح جامعه مدنی فعال شدی. آمدی از خانه بیرون، باید که بدیل، در فکر بدیل باشی. اول خود بدیله شدی دیگه، الان داری به حقوقت عمل میکنی، پس بدیل و انسانی شدی که قبلا چاره خود رو در این میدید که در این نظام بسوزد و بسازد. حالا نه، خود رو تعریف میکنی به عنوان حقوقمند و بدیل و سعی میکنی بدیل ایجاد بکنی برای این رژیم، اون که میبینی انقلاب ها خشونت میکشیده میشوند برای همین ها، برای کسر بدیله. مثل مال مصر، اگه بدیل داشت کن برای سرش نمیامد، کودتای نظامی هم نمیشون. مال ایران داشت این بدیله، متاسفانه ضعیف بود، فضای خالی پیدا کرد، این ملاتاری ها اون فضا رو پر کرد، کودتا کردن. ولی بدیل قوی وجود داشت، خب مال هند کودتای بعد از خود دید، انقلاب هند نه، ایالات متحده هم انقلاب کرد، مگه کودتا دید؟ نه. اینا وقتی است که بدیل قوی نیست، پس قدم سوم می شود بدیل. قدم چهارم دستیاری با بدیل است، این نگه داشتن بدیل در جامعه مدنی. و تقویت و نیرومند کردن او به ترتیبی که جهان ببینه غیر این ملت صدا دارد. متاسفانه در حال حاضر میگن آقا این ملت تو داخله که هیچ صدایی نیست، یه رژیم و مردم میرن پای صندوقا اونم نمایش میده و دیگه خبری هم نیست. ها، یک ملتی باید صدا پیدا کنه، اون محتاج این است که اون بدیل نیرومند وارد صحنه بشود که الان وجود داره و جاش هم معین. اون بدیل باید بیرون اون رژیم باشه، درون ایران، یعنی مستقل از هر قدرت خارجی و مستقل از رژیم. خب، اما دو سوال در باب کردستان است. یکی رو آقای ساسان کرده، یکی آقای ناطق. این دو بزرگوار ظاهراً در جریان اطلاعات و اون چه گفته و شنیده شده و منتشر شده نیستند. اگر بودن دیگه عکس اون چکمر هم نمی آورد و این ادعا هم در اینجا نمی کرد. اون سخنرانی مدت 30 و چند سال دروغ‌هایی ساختن و گفتن بنی صدر گفته چکمه هاتون رو در نیارید تا خاک کردستان رو توبره کنید. گفتن خوشبختانه هم اون نوار از ایران رسید، هم روزنامه های اون دوره رسید. معلوم شد که نه، اصلا ربطی به کردستان نداشته، صحبت مربوط بوده است به کسانی که در خلخال فرماندار چند روحانی و غیر روحانی رو به گروگان گرفته بودن در خلخال. من خطاب به نیروهای مسلح گفتم که شما چکمهاتون از پا در نمیارید تا این گروگان شده ها رو از دست این گروگان ها رها کنید. سر سوزن مسئله به کردستان ربط نداشت. خب آقای کریمی، درست میگم اسمشو؟ خودتن بهساد کریمی. ابو کریمی. آقای بعد ایشون در یه برنامه با من شرکت کرد، برنامه تلویزیونی. خب اونجا این مسئله عنوان شد و مدرک گذاشته شد و ایشون هم تصدیق کرد که حرف من نزدم. یک. دو، یک کسی در صدای امریکای کرد روزنامه‌نگار گفت هست در برنامه آقای دهقان پور افق
همین اداره کرد. اون نوار و اون روزنامه فرستاده شد برای صدای امریکا، پخش کرد. همون شخص محترم آمد پوزش خواست و بابت این که من به خطایشون رو متهم کردم. چه سودی دارید شما از این گونه اتهام زنی های دروغ؟ چه نفعی به ما میرساند؟ ما یه ملتی هستیم تحت ستم، تحت فشار، میباید با هم دوست باشیم، صمیمی باشیم. چرا باید بریم به ضد هم پرونده بسازیم اونم به دروغ؟ من حالا بخوام برای شما بشمارم کارهایی که برای کردستان کردم، یه وقتی برای جلسه نمیمونه، برای اینکه ساعت 8 ما باید برگردیم به منزلی که در اونجا مهمان هستیم. عرض کنم به شما، اما چند نمونهش میگم. جلسه بود در برلین، سخنرانی بود. اوایل همون تازه من از آمده بودم به مهاجرت. اونجا نظیر ایشون کسانی بلند شدن و همین حرفا رو زدن. آقای شهید دهکردی که با همراه با این شرفکندی در رستوران میکونوس شهید شدن. بلند شد. گفت که من قاسملو رو دیدم. با هم صحبت کردیم و گفت ما جان خود را از بنی صد داریم. به لحاظ اینکه داستانش هم این است. دو گروه، یکی دموکرات، یکی کمونیست، نامه نوشته بودن. پاس برسیلی اطلاع داده بودن که حاضرن اسلحه خود رو زمین بگذارن به شرط این امنیت تأمین داده بشود به اونها. من به آقای خمینی گفتم اگر شما حاضرید، ایشون راجع به این اینا صحبت کرد، یک سابقه تاریخی مال مکه است، حرفی که پیامبر اسلام داد. گفتم به آقای خمینی اگر شما مثل اون پیامبر حاضری تأمین بدهی، اینا حاضرن اسلحه بگذارن زمین، قضیه کردستان حل بشود. گفت شما حالا بگو بله تا بعد ببینیم چه. گفتم نه 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 نه، من خلاف اخلاق نمی کنم. اونا به من اعتماد کردن، چگونه من اعتماد اونا خیانت کنم؟ یا میدی تأمین سریع روشن ورد و بنویس، یا نمیدهی. حاضر نشد بنویس تأمین بده. من هم به اونا پیام دادم اگر اسلحتون رو بگذارید زمین، سر همتون رو میبرم. آقای دهکردی در اون جلسه بلند شد و گفت خب حالا شما فرض کنید اینم نشنیدی، میکنوس هم نشنیدی دادگاه میکنوس رو، اگر اینجور بوده که شما میگویید، خب اون کردها که نمیباید موافق بودن که من برم اونجا شهادت بدهم و اون بر اساس اون شهادت دادگاه رأی داده است. در متن دادگاه هم موجوده این. نه تنها این، بلکه آقای حسنزاده که اون وقت دبیر حزب دموکرات کردستان بود آمد پیش من در ورسای برای تشکر. در کتاب او رو نخوندید؟ بخونید کتاب او رو ببینید همینه که شما میدید، اونم همینه گفته؟ نه، خیلی تشکر کرده از اینکه بنی صدر حاضر بود مسئله خود مختاری در کردستان به کرسی بنشونه. موانع و به نظر او یک موانعی در رژیم مانع شدن که من به این کار موفق بشم.